خب جلسه قبلی دیدید ما چجوری تنظیم کردیم که بتونیم یه ویدیویی رو از یوتیوب بگیریم و به این وبسایت اضافه بکنیم. اگر نمیدونید اگر ویدیو دارید اضافه میکنید و نمیشه، سعی کنید ویدیو شماره 32 رو نگاه بکنید تا بفهمید که چیکار باید بکنید که ویدیوتون بتونه نمایش داده بشه تو صفحتون. حالا ما این صفحه اول جمله هستیم، میریم داخل یوتیوب. کینتیکو یه دونه چیز داره، ویدیو داره مثلا که حالا مثلا اینجوری نمایش داده میشه و خب من این رو بخوام شیر بکنم چجوری باید اینجا نوشته this video blows و اگر اینجا من برم این شیر رو بزنم embed، الان این شیر داخل یوتیوب هستش و اینا، ولی برم embed رو بزنم اینجا کپی کنیم. حالا بذارید من به جای این برم یکی از ویدیوهای خودم رو مثلا چیز بکنم بردارم بیارم. خب من به جای این مثلا میرم یکی از ویدیوهایی که مثلا من بزنم اینجا، اصلا بزنیم آموزش جمله ببینیم چی میاد بالا. خب من یکی از ویدیوهای خودم رو پیدا کردم به نام انتخاب وب هاست برای جمله. اگر ما بیایم شیر رو بزنیم بریم داخل امبد، یه همچین کدی رو به ما میده. چه سایزی میخواید سایزتون رو اینجا انتخاب میکنید، ولی من سایزی که میخوام تقریبا نه کوچیک نه بزرگ انقدر باشه و من اینو کپی میکنم. برمیگردیم الان اینجا میریم داخل کانتنت منیجرمون، میریم صفحه about رو پیدا میکنیم. خب about رو که پیدا کردیم تاگل ادیتور رو میزنیم. تاگل ادیتور رو پیدا کردید، اگر HTML رو نمیدونید بلد نیستید HTML کار کنید، هیچ عیبی نداره. تنها چیزی که اینجا باید بدونید اینه که کدتون وقتی تموم شد کلیک میکنید آخرش، یه اینتر میزنید این کد رو پیست میکنید اینجا و سیو رو کلوز میزنید. الان اگر من اینجا ریفرش بزنم میبینید که ویدیومون اینجا وارد شده و شما میتونید نگاهش بکنید. حالا اونا که HTML بلدن بیشتر هم میتونن تنظیم بکنن که آیا این بزرگتر نشه یا کوچکتر بشه. برای بزرگتر کوچکتر شدنش هم اگر about رو کلیک بکنیم بریم دیدی تاگل کد آخر میبینید که یه width داریم یه height داریم که طول و عرضه، یه border هم میتونید بهش اضافه کنید و حتی استایل هم میتونید بدید.